دکتر محمد عیسی خاقانی، کارشناس مسائل سیاسی از شهر مقدس کربلا همراه ما هستند تا پیرامون این موضوع گفتگوی با ایشان داشته باشیم. آقای دکتر سلام عرض ادب. آقای دکتر، دلیل برخوردهای دوگانه مقامهای امنیتی سعودی در قبال حاجیان شیعه به دلیل شعارهای مذهبیانان و عدم برخورد با کسانی که رعایت مسائل اخلاقی را در اماکن مقدسی چون مسجد الحرام نمی کنند چیه؟ بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. ممنون. بنده اعتقاد به این دارم که ضعف اقدامات دولت عراق در مقابل این طغیان وهابی ها باعث این کار میشه. این دو نفری که الان دستگیر شدند شخصیت معروفی در عراق هستند، یکیشون مجری تلویزیون و دیگری یک هنرپیشه مشهور و بزرگ عراق هستند، برای دعای الفرج دستگیر شدند. واقعا جالبه که من فقط شما را در صورت این مشکل بذارم که ما در عراق در روزهای جنگ‌های طائفی 5000 نفر از وهابیان که حمله های انتحاری در عراق انجام دادن، انتحاری تروریستی که باعث کشتار مردم شیعه شد هستیم. الان امروز یه ساعت پیش خبرگزاری استرومریه عراق خبر داده، میگه که 2 ماشین در شهر فلوجه عراق که به سرقت رفته بودن را تونست پیدا کنه و سارقی رو هم آورد. این دزدا چه اعتراف کردن برای حکومت عراق؟ اینا ماشینا رو دزدیدن برای حمله انتحاری در محرم، از الان میخوان آمادش کنن. این کار از یک طرف به این خشونت و از طرف دیگر خود محمد بن سلمان حاکم عربستان، ولیعهد عربستان، ولی حاکم فعلی عربستان، میگه من نمیتونم با کسانی که اعتقاد به امام مهدی دارند دست بذارم و باشم صحبت کنم. در قبال حرفش میبینیم که دولتایی که خود را شیعی قلمداد میکنند شروع میکنند با او گپ زدن و سفیر تبادل کردن، و سفیر ایشون نیست تشریف آوردن اینجا کربلا و گفتن ما میخواییم تو کربلا سهیم باشیم و در نجف هم میخوان سهیم باشن. نمیدونم من تا کی ما سندی یا کشوری یا دولت قوی شیعه نداریم که حقوق شیعیان را پیگیری کنه. یک. دوم، اقدامات دولت عراق برای صلح و آشتی با عربستان آیا مثلا در این کار که پیگیری میکنن، اصلا یه پیگیری نمیشه که زنگی بزنن هنرپیشه معروفی که الان بیش از 70 سالشه یا مجری تلویزیون معروفی که در تلویزیون ها پیدا میشه؟ معلومه که حکومت عربستان واقعا فهمیده چه کسانی دارن میان حج و کسانی رو دستگیر کرده که از نخبه های مردم هستن و سلبریتی های مشهوری هستن. در قبال این من در ذهنم اینه که چند زندانی عربستانی که ضمنشون امیر هم هست، امیر عربستانی، امیر آل سعودی هست، میخوان پس بگیرن و به این سبب میگن مثلا یه شخصیت معروف رو دستگیر کنن تا در مقابل مثلا فشار بیارن که عراق اینا رو آزاد کنه. و از باب تعجبه که از 2014 تو الان که 2024 هستیم اینا در زندان الحوت عراق زندانن. اگر اینا تروریستن باید اعدام بشن و اگر تروریست نیستن به کشورشون پس بدن. ولی عراق با این نرمشی که داره واقعا نتونست یک کاری به نفع این ملت بکنه. این از یک باب. از باب دیگر ما هم کشوری ارادت قوی داشته باشه و از تشیع دفاع کنه نداریم. یعنی عربستان نشون میده همیشه که در ازای دعوت دوباره ایران از آنها، مثلا 2 نفر از جوانان شیعه را همون وقت که ایران دعوت از محمد بن سلمان کرد اعدام کنند. و این دوگانگی واقعا ما را گیج کرده. دوگانگی رقص در
حرم مطهر یک چیز ساده ای برای وهابیا هست. اونا در عقیدهشون که ام المؤمنین عایشه نیز در حرم رقصیده بود، این یک وضع مهمی نیست. وضع مهم ما وضع سیاسیه، وضع این که ما چرا حملات انتحاری را قبول داریم، چرا هیچ وقت مثلا درباره 5000 انتحاری سعودی که در بغداد و عراق خودکشی کردند ما هیچ سوال نکردیم، نگفتیم اینا صدها هزار شیعه فقیر که وسط بازارا بودن کشتند؟ چون ما اصلا هیچ زوری، هیچ ارادتی از خودمون نداریم، اونا هم فشار میارن، ما هم دعوتشون میکنیم تشریف بیارن تهران، تشریف بیارن کربلا و نجف، و این باعث خودزدگی خودمونه. من به اعتقادم ما باید یک کشوری با قدرت باشیم و رأی داشته باشیم در عراق. حکومت عراق اینجا خیلی کم آورده و میبایست لااقل اعتراض خود یا یه حرکت دیپلماتیک خوبی را نشون بده، ولی نه اون طرف نه این طرف همدست ملت شیعه مظلوم هستن. بله، با تشکر از دکتر محمد عیسی خاقانی، کارشناس مسائل سیاسی که از شهر مقدس کربلا همراه ما بودند.